آقا سلام ارادت، خیلی مخلصم. خب بعد از اینکه تو روز اول رفتیم تیران گشتیم و روز دوم یه راید خفن با بچه های گریفین داشتیم تا ابیانه و ابیانه رو گشتیم که توی قسمت های قبل دیدید، دیشب از سمت ابیانه اومدیم به سمت کاشان و یه کاری هم اون رو یه مسیری اشتباه رفتیم، افتادیم تو اتوبان، مجبور شدیم بریم 30 کیلومتر پایین تر دور بزنیم برگردیم 30 کیلومتر و بالاخره اومدیم یه اقامتگاه پیدا کردیم توی ابوزید که یه جای باحاله، یه قسمت کویری خیلی خوبم این نزدیکی‌ها هست، ولی فعلا ما موقعیت و وسایل کویر رفتن رو نداریم، حتما برمیگردیم. ولی امروز می‌خوام بریم کاشان رو بگردیم، تا ساعت 4 هم بیشتر نیستم، ما هم تا اومدیم کارا بکنیم، ساعت 1 بریم ببینیم میرسیم چند جا رو ببینیم نرسیم فردا میریم. و سابسکرایب یادتون نره، این ویدیو رو هم لایک کنید، یه چیزم از موتور نشونتون بدم و بریم برای کاشان. خب موتور سنگین شد، البته الان وسایل ازش باز کردم، ولی سنگینی توی راه رفتن خیلی اذیتمون نمی‌کنه. 120 تقریبا توی جاده راحت می‌تونیم بیایم. توی سینه کشی‌های کم موتور اذیتمون می‌کنه. و یه مشکل دیگه ای که داره اینجا این قسمت کمک فنره که یه خورده کوتاهه، می‌شدم سفتش کنم ولی احتمال شکستنش بود. حالی منجید باید بزنیم این پایین که یه 2-3 سانت موتور بیاد بالاترن تو دست اندازا خیلی اذیت هم میکنه، بالا پایین میشه و این یه خورده اذیت کننده است، ولی فکر نکنم تو سفر بتونم درستش کنم. خب آقا ما به هیچ کدوم بنای تاریخی کاشان نرسیدیم، به خاطر اینکه همه تا ساعت 4 بودن و تعطیل شدن. یه ناراحتی دیگه هم دارم اینه که مثلا اینکه تو یکی از کافه ها داشتم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، کافه باحالی هم بود، گفت دیشب ابرماه بود و خیلی رفتن کویر و اینا، کاش دیشب اومده بودی. حالا ما نرفتیم دیگه، چاره ای نیست. ولی یکی از جای باحالی که الان می‌تونیم بریم بگردیم بازار سنتی کاشانه که یه وسعت خیلی زیاد داره، 50000 متر مثل مربع وسعتشه، از بزازا، زرگرا دیگه، کمک کن فاتی، رنگ رزا و خیلی چیزایی دیگه تو این بازار هستن، تیمچه همین و دوله هست که بریم بازار رو بگردیم. بریم سراغ بازار دیگه، برو بریم. یکی از مشکلاتی که سفر با موتورسیکلت داره اینه که شما نمیدونی موتور تو کجا بذاری، ماشین نیست که بذاری گوشه خیابون پارکش کنی بری و تو پارکینگ بذاری جایی باشه کسی حواس نباشه، مخصوصا با این همه تجهیزات یا یکی باز میکنه میبره. به خاطر همین باید هر جا میری موتور رو به یکی بسپاری. حالا ما به بنده خدای بود آقای صفایی خیلی زحمت هم کشید، خودش به من گفت بذار حواسم هست، از کارمنده شهرداری بود، گذاشتیم، انشالله اتفاقی نیفته. ولی این یکی از چالش‌های سفر با موتورسیکلت. یکی از فرش فروش های خیلی کار درسته اینجا یه سری توضیحات خیلی مشتی راجع به حالا تاریخ تیمچه امین و دوله و حالا پارچه و اینا داد که من خیلی یادم نمونده، خودش خیلی رفت توی سری اصلا دینا و یه سری چیزا که اصلا من تا حالا نشنیده بودم. ولی مثلا اینکه اینجا مهد یه جورایی پارچه ایران کرده امین و دوله و یه تیمچه هم برای خودش زده به اسم خودش که بقیهش رو خیلی یادم نمیاد، ولی چیزی که شنیدم و خیلی حال کردم الان مثل اینکه 60% فرش ماشینی دنیا رو کاشان میزنه، اینم خیلی جالب بود الان. و بریم بقیه تیمچه رو بگردیم، ما که داریم کیف. بوی خوبی میاد، بوی
عطر خیلی خوبی داره میاد. بوی گلابه، نه بوی گلابه. یعنی یه جوری اینجا بوی گلاب گرفته که اصلا نمیدونم چی بگم، خیلی بوی خوبیه. سلام، اینجا حمام تاریخی خان بازار کاشانه. این حمام در زمان کریم خان زند با سرمایه‌گذاری عبدالرزاق خان حاکم کاشان و معماری حاجی قیاس‌الدین پسر عموش ساخته شده و چند تا ویژگی داره. یکی شخصیه، حاجی اصغر حمامی بابای بنده، اسماعیل پدر بزرگ ما، و تا 17 سال پیش حمام مردونه بوده. از بابای ایشون متاسفانه دیگه تصویری نداریم و تنها حمام یکی 300 سال پیش سونای بخار داشته. سونای بخارش اون داخل گرمخونه که رفتید دو تا ایوان‌های توی خزینه سونای بخارش بود. بعد جز زلزله‌ام هست، زلزله 1192 یه دونه کفبرچ و سقف و حوضا و کاشی‌ها ترش نخورده و حمام مردونه بوده تا 17 سال پیش. این رختکن قدیم الان محل پذیرایه، چای و قهوه و شربت و غذا و اینا. با سوالی داشته باشید من در خدمت تو هست. آقا یه چیز جالبه که اینجا دارین، فکر میکنم خیلی وقته که تعطیله ولی هنوز بوی حموم میاد، یعنی خیلی بوی حموم شدیده و اون چیز بخار، حموم بخار فکر کنم اینا رو میگفتن. مسائل پذیرایی هم برد، بریم یه چایی بخورم. قیدون کشیدم ولی شما نکشید، خوب نیست. من یاد گفتم تو کاشان اومدم هی به قیدون سنتی کاشان رو نکشیم، ولی شما نکشید، خوب نیست. آقا یه چیزی که اینجا رو جدا میکنه از بقیه بافت تاریخی کاشان اینه که خیلی زنده است، هنوز خرید و فروش ها هست، همه مغازه ها بازه و مثل بازار وکیل شیراز حسابی هم شلوغه که بقیه جاها که حالا خلوت و فقط تاریخ مونده، اینجا هنوز زندگی توش ادامه داره. خب آقا اینم از بازار کاشان، جای خیلی باحالی بود. خیلی دارم میخواستی سه چیزا مخصوصا چاقو بخرم ولی دیگه جا نداشتم توی موتور بذارم و دیگه ما هم باید بریم سراغ موتور، چون آقای صفایی که اونجا موتور گرفته بود گفت ساعت 7:30 هست، بریم موتور رو ازش بگیریم که باید بریم حواسمون موتور هم باشه دیگه. بریم سراغ موتور رو، بریم یه بعد چی کار میکنیم هم خودم نمیدونم. خب آقا ما دیشب به هیچ جا نرسیدیم چون تاریک شد، ولی امروز اومدیم بریم جای تاریخی کاشان رو بگردیم و واقعا خیلی خیابونای قشنگی داره این قسمت. الان اومدیم باغ فین که بریم باغ فین رو با هم ببینیم. خب آقا یه سری توضیحات راجع به باغ فین بدم، البته از رو کتاب تقلب کنیم یکم از رو این کتاب. باغ فین یه جای خیلی قدیمیه که میگن به دوره اردشیر بابکان برمیگرده، ولی اولین باری که توی تاریخ هست توی سال 265 هجری قمری، زمانیه که یعقوب لیث صفاری توی عبور از بیابونای خیلی بیابونی این منطقه میاد تو کمال ناباوری به یه همچین باغ خفنی میرسه که اینقدر خفن بوده و اینا. مساحتش هم 23700 متر بوده که مال دوره صفوی هم بوده، ترکیب شگفت‌انگیزی از هنر و معماری و محاسبات پیچیده ریاضیه، ولی خیلی جای خفنیه واقعا. وقتی میبینی کیف میکنی و یکی از معروفیت های باغ فین به خاطر حمامایی که داشته، مخصوصا حمام فینی که امیرکبیر توش به قدر رسیده و اونجا رو بریم بگردیم پیدا کنیم باحال میشه. این دیگه حالا اومدیم بگردیم، بریم اونجا رو بگردیم پیدا کنیم. ملاته به کار رفته توی این حموم ها از عایق رطوبتی ماسه و آهک بوده، اون ساروج، و گفتم
دلیلش معروفیتش به خاطر به قدرسنه امیرکبیره، مثل اینکه اطرافیان شاه در حالی که شاه مسعوده امضای حکم قتل امیر رو میگیرن، همون موقع پیک میفرستن که توی با حموم فین به قتل برسونه دیگه امیرکبیره. بریم ببینم کجاش هم هست، نمیدونم حالا بریم ببینیم چی پیدا. چه توضیحات داده، ظرف آب و سفیداب و اینا. سفیداب آباده چیزش سوغاتی سفیداب، اگه آباده اومدیم ما سفیداب خوبی داریم. چه توضیحات داده و اینا هم که دوستانی بودن که میرفتن همون. آقا اینجا نوشته مکان شهادت امیر کبیر، همونجایی که امیر کبیر به قتل رسیده بود. ما اومدیم تو خیابون علوی که تقریبا تمام بافت تاریخی کاشان تو این خیابونه، که یکی یکی بریم تا وقت هست خونه ها رو ببینیم و شروع کنیم گشتن اینجا رو. برو بریم. نذاشتن دوربینا تو بیاریم، مجبوریم با گوشی بگیریم. اینجا سرداب مرکزی خانه طباطباییه که به زیرزمین و حوضچه و شبستان معروفه. حالت بادگیر رو اینا داره دیگه. یه سری توضیحات اینجا نوشته دارم میخونم به تو میدم که توضیحات رو اگه مشخص باشه اینجا خیلی زیاده. بالاخره خونه قدیمی اینا رو داشته. خیلی من معمار نیستم بدونم، ولی خیلی جای قشنگیه. خیلی حیات اندرونی بزرگ بوده، یعنی اگه اینجا حیاته ما حیات نداریم. آپارتمان که چونه که حیات داریم همه شوخیه، بچه بازی هم جب حیات دل باز خفنیه. این دلم نمیخواد برم بیرون، ولی مجبورم چون بیرون میکنم بریم بقیه جاشه. اینجا اتاق شاهنشین بوده و اصلا تراحی عجیب و غریب، یعنی سخت با وقت شما نگاه میکنه کیف میکنید. حالا نور اگه میافتاد تو خیلی قشنگ تر میشد، ولی خود نور رو بعد از ظهر رفته. اینجا زله بود به طرف استاب برای طبق بالا، نمیدونم چه جوری اینجا استاب بوده، هیچ کی هم دوست ازش بپرسیم، ولی عجیب و غریب استاب طبقه بالا بوده. آها پیدا کردم، اینجا ورودی استاب بوده و اینجا اسبا و اینا رو نگه می‌داشتن. خب آقا توی خونه طباطبایی دوربین رو از همون گرفتن، نتونستیم با کیفیت خوب فیلم بگیریم، ولی فوق‌العاده خونه قشنگی بود. تازه می‌بینیم خونه عباسی رو ببینیم، عباسیان البته. و خونه طباطبایی مال سال 1250 چند متر، متعلق به حاج سید جعفر طباطبایی نتنزی بوده که حدود 5000 متر هم مساحت داشته. خیلی جای خفنی بود، شاهنشین و استبل و فلان و بیساینا داشت، اصلا دیوونه شده بودم من. بریم خونه عباسیان هم ببینیم اونجا رو. خیلی جای با چقدر کاشان قشنگ همه جاش، عشق کردیم خودش. جای همتون خالی. خب آقا اینجا رو دیگه داریم با دوربین میگیریم و یه چیزی نظر من جلب کرد، خیلی باحال بود. اینجا استبل موقت بوده که مثلا با اسب و اینا میومدن تو، اسباشون رو میذاشتن اینجا و بعد میرفتن تو خود خونه به طرف حیات اندرونی یا به طرف پایین. ما نمیدونیم چه خبر، از کجا بریم؟ بریم سمت حیات. بیا قربونت برم، بیا جا هستی اینجاست، بیا حیات اصلی فکر کنم این بوده. آقا یه جایی داشت که خیلی قشنگ بود خانه عباسیان، اونم اتاق آینه بود.
تیکه تیکه آینه کاری شده توی این اتاق و تو روز خیلی باید نور رو خوب بازتاب بده. خب آقا اینم از کاشان حسابی گشتیم، قرار بود یه روز بمونیم، دو روز موندیم. خیلی جای باحالی داشت، خیلی بافت تاریخی قشنگی داشت، خونه های خیلی قشنگی داشت. سمت خودمون هم از این خونه ها داریم که بعد بهتون نشون میدم، سمت ابرکوب. و کلن خیلی محال کردم با کاشان، خیلی خوب بود، خدایش خیلی کیف کردم. بعد دوباره باید بیام، مخصوصا اون قسمت ابوزید و کبیری که داره رو بعد حتما باید بیام. و این نکته دیگه، واقعا تو این دو سه روز خیلی مردم به ما موتورسوارا دوست دارن، خیلی بهمون دوست داشتن. مثلا سمت اما ابوزید روستایی بود به اسم فخره بود، به اسم فخره که اصلا خیلی خوب بود، یعنی یه جای عجیب و غریب بود. سمت راست رو نگاه میکردیم، مثلا اول چیزای پسته بود، بوته میگن چی میگن، برای پسته بود. بعد اونورش پشتش کویر بود، بعد سمت چپ رو کنار کردی پسته بود، دوباره کوهستان بود. اصلا یه جای عجیب غریب و خوب بود و خیلی لطف داشتیم. وای میسادیم نون بگیریم، به اون پسته میدادم. مجبور بودم کنار خیابون ویدیو بگیرم. اومد جیباشو خالی کرد تو دست ما، پر پسته. و خیلی مردمون باحالی بودن، خیلی باحال دوست داشتن. و خیلی واقعا این دو روزی که کاشان بودیم خوش گذشت بهمون. دیگه الان اومدیم توی خانه عباسیان، یعنی تو رستوران خانه عباسی که حیات پنجم خود خانه عباسیانه. خیلی جای باصفایی بود، چون خالی غذا خوردیم و بریم خونه استراحت کنیم که فردا بریم سمت نیاز سر که تو قسمت بعد میبینید. دمتونم گرم که تا اینجای ویدیو بودید. دو تا قسمت، این سومین قسمت ولاگ یکی دارید میبینید. سابسکرایبیاتون نره، انرژی بدید و هر نظری دارید کامنت کنید دیگه. اولین ویدیو ولاگ سفرمونه، هر چی دارید بگید که ما بتونیم تو ویدیوهای بعدی ازش استفاده کنیم و ویدیو بهتر بشه. خیلی پرحرفی نکنم، فعلا خیلی پرحرفی کردم من. خیلی لش کردیم اینجا.